برادران کاراموزوف نوشته فئودور داستایوفسکی جلد اول کتاب سوم شهوت پرستان خانش دیبا راستگار فصل دهم ده عنوان هر دو با هم آلیوشا با روحیه خسته تر و ملول تر از هنگامی که وارد خانه پدرش شده بود آنجا را ترک گفت. ذهنش نیز در هم ریخته و گسسته می نمود. در همان حال احساس می کرد که از پیوند دادن پاره های گسیخته و ساختن اندیشه ای کلی از تمام تجربه های و تزالود آن روز بیم دارد. احساسی داشت هم مرز با نومیدی. احساسی که تا آن زمان برایش بیگانه بود این سؤال ناگشودنی و مرگبار چون کوه بر فراز دیگر چیزها قامت برافراشته بود غذایا بین پدر و برادرش دیمیتری با این زن سهمناک چگونه پایان می گرفت؟ اکنون خودش شاهد آن شده بود حاضر بود و آنان را رخ به رخ دیده بود با این همه در این میان تنها برادرش دیمیتری به ناشادی می رسید. ناشادی سعب و تمام ایار گرفتاری در انتظارش بود همینطور معلوم شد که پای آدم های دیگری هم در کار است بسیار بیش از آن چه آلیوشا در تصور آورده بود چیزی کاملا اسرارآمیز هم در آن بود برادرش ایوان اولین گام را به سوی او برداشته بود چیزی که آلیوشا زمان درازی را در آرزویش بوده بود با این حال اکنون به دلیلی احساس می کرد که از آن حراس دارد و این زنها شگفتا که پیشتر در کمال دست با چگی به عزم خانه ی کاترینا ایوانا راه افتاده بود اکنون چنین احساسی نمی به عکس شتابان به آنجا می گفتی انتظار دارد از او راهنمایی بجوید با این همه دادن این پیغام به او ظاهرا دشوارتر از پیش بود موضوع سه هزار روبل به طور قطع منتفی شده بود و دیمیتری که آبرویش را بر رفته میدید و آخرین امیدش را از دست میداد چه بسا به هر چاله ای می افتاد. به علاوه به او گفته بود صحنه درگیری با پدرش را برای کاترینا ایوانا شرح دهد. ساعت هفت شده بود. و هنگامی که آلیوشا به خانه بسیار وسیع و راحت کاترینا ایوانا واقع در خیابان اصلی وارد شد هوا رو به تاریکی می رفت. آلیوشا می دانست که او با دو خاله زندگی می کند. یکی از آنان زنی کم همان خاله خواهر آگاتا ایوانا بود که در خانه پدرش هنگام آمدن از مدرسه شبان روزی از او مراقبت می کرد. خاله دیگر هرچند به مزیق افتاده از بانوان آدابدان و متشخص مسکو بود گفته میشد که آنان در هر موردی کاترینا ایوانا را محرم خود میدانستند و او آنان را تنها به عنوان ملازم با خود نگه می داشت. کاترینا ایوانا خودش هیچ کس را محرم نمی شمرد جز ولی نعمتش بیوه ژنرال که بیماریش او را در مسکو پایبند کرده بود و کاترینا از روی تکلیف هفته دو بار شرح مفصلی از تمام اعمالش را برای او می نوشت. هنگامی که آلیوشا وارد سرسرا شد و از پیش خدمتی که در را به رویش باز کرده بود خواست اسم او را به خدمت خانمش ببرد پیدا بود که از ورودش آگاه شدهاند. احتمال داشت او را از پنجره دیده باشند دست کم آلیوشا صدایی شنید متوجه صدای قدم های شتابان و خشخش دامن ها شد دو یا سه زن شاید از اتاق بیرون دویده بودند بر آلیوشا غریب می نمود که آمدنش باعث چنان هیجانی شده باشد. با این حال در جا به اتاق پذیرایی راهنماییش کردند. اتاقی بزرگ بود پر از اساسیه مجلل که به هیچ رو به سبک محلی نبود. کاناپه و صندلی راحتی و نیمکت و میزهای بزرگ و کوچک در آن بود. تصاویری بر دیوارها بود، گلدانها و چراغهایی روی میزها، چند بافه گل و حتی آکواریوم داخل پنجره. اتاق نیمه روشن و تا اندازه تاریک بود. آلیوشا شنلی ابریشمی را که روی کاناپه افتاده بود تمیز داد. پیدا بود که اشخاصی بر آن به تازگی نشسته بودند. و بر میز جلوی کاناپه دو فنجان شکلات نیمه نوشیده و کیک قرار داشت. و ظرفی بلوری با کشمش مالاگا و ظرف بلوری دیگری با شیرینی. آلیوشا متوجه شد که مزاحم مهمانی شده است و چهره در هم کشید. اما در همان لحظه پرده بالا رفت و کاترینا ایوانا با قدم های تند و شتابناک وارد شد و با لبخندی شکفته به شادی. هر دو دست را به سوی آلیوشا برد. در همان لحظه پیش خدمتی دو شمع روشن آورد و روی میز گذاشت. خدا را شکر، عاقبت تو هم آمدی. از صبح تا حالا برای آمدنت دعا کردم. بنشین. زیبایی کاترینا ایوانا سه هفته پیش آلیوشا گرفته بود. یعنی همان وقتی که برادرش دیمیتری نخستین بار به تقاضای ویژه کاترینا ایوانا آورده بودش تا با او آشنا شود. با این حال در آن دیدار گفتگویی بین آنها صورت نگرفته بود کاترینا ایوانا با این تصور که آلیوشا محجوب است به خاطر معاف ساختن او از اول تا آخر با دیمیتری فودورویچ سخن گفته بود آلیوشا ساکت مانده بود به روشنی متوجه بسیاری چیزها شده بود حالت تحکمامیز، برتریجویی و اعتماد به نفس دختر مغرور او را گرفته بود در این خصوص شبهی در میان نبود. آلیوشا احساس می کرد که مبالغه نمی کند. چشمان درشت سیاه و درخشان او را بسیار زیبا انگاشته بود. به خصوص با چهره پرید رنگ. حتی تا اندازه زرد و درازش. اما در آن چشمان و در خطوط لبان بی چیزی بود که چه بسا برادرش عاشق زار آن بوده باشد. اما شاید دیر نمی پایید. وقتی پس از دیدار برادرش تمنا و اصرار کرد که برداشتش را از دیدن نامزدش بگوید این اندیشه را تقریبا به طرز آشکار بر زبان آورد با او خوشبخت خواهی بود اما شاید نه خوشبختی تو هم با آرامش برادر همینطور است چنین آدمهایی همیشه همون جور میمانند تن به سرنوشت میدهند پس به نظر تو برای همیشه دوستش نخواهم داشت؟ نه شاید برای همیشه دوستش بداری اما شاید همیشه با او خوشبخت نباشی آلیوشا گلگون از شرم در آن زمان نظرش را ابراز داشته بود و از تسلیم شدن به درخواست برادرش و به زبان آوردن چنان نظر احمقانه از دست خودش به خشم آمده بود چون نظرش را بلا فاصله پس از به زبان آوردن بسیار احمقانه یافته بود همینطور احساس شرم میکرد که چنان نظری مطمئن درباره یک زن ابراز داشته است. و اکنون با نخستین نگاه به کاترینا ایوانا با حیرتی بیشتر احساس میکرد که شاید نظرش کاملا اشتباه بوده است. این بار چهره او از مهربانی و خوشخلقی و صداقتی حاکی از خونگرمی میدرخشید. غرور و تکبری که پیش از آن نظر آلیوشا را گرفته بود اکنون به نیروی سریح و سخاوتمند و ایمانی روشن و قوی به خودش تغییر صورت داده بود آلیوشا در همان نگاه اول در همان کلام اول متوجه شد که تراژدی وضعیت او در ارتباط با مردی که به جان و دل دوستش می‌دارد بر او پوشیده نیست و همه چیز را می‌داند و با این همه به رغم این موضوع در چهرهش به قدری درخشش بود و به آینده به قدر ایمان که نگو آلیوشا در دم احساس کرد که در نظرش کاملا به خطا بوده بلا فاصله مغلوب و اسیر شد افزون بر این در همان کلمات نخست او متوجه شد که بسیار هیجان زده است هیجانی شاید استستایی و تا اندازه نزدیک به وجد بسیار مشتاق دیدنت بودم چون تمامی حقیقت را میتوانم از تو فراگیرم از تو و نه از کس دیگری آلیوشا ها جواج زیر لب جواب داد من آمده من او مرا فرستاد <applause> کاترینا ایوانا با برقی در چشمانش فریاد زد که اینطور پیش می کردم حالا همه چیز را می دانم. همه چیز را الکسی فودورویچ اندکی صبر کن خواهمت گفت که چرا این همه آرزوی دیدنت را داشتم ببین شاید بیشتر از تو بدانم و نیازی نیست که همه چیز را به من بگویی میگویمت که از تو چه میخواهم میخواهم آخرین نظر خودت را درباره او بدانم از تو میخواهم پاک و پوسکنده و حتی خشونت آمیز آه هر اندازه که خوش داشته باشی به من بگویی نظر تو درباره او و وضعیتش پس از دیدار امروزیت با او چه بود شاید این بهتر باشد تا اینکه حضوری از او توضیح بخواهم چون نمیخواهد به سراغم بیاید متوجه ای که از تو چه میخواهم حالا به سادگی برایم بگو هر کلمه از پیغامش را که به وسیله تو فرستاده برایم بگو میدانستم تو را میفرستد به من گفت تعظیمت کنم و بگویم که دیگر نمی آید اما تعظیمت می کند تعظیم؟ همین را گفت؟ گفتی خودش؟ بله شاید به تصادف اشتباهی در این کلمه کرده شاید کلمه درست را به کار نبرده نه او دقیقا به من گفت همین کلمه را تکرار کنم دو یا سه بار از من خواست که فراموش نکنم کاترینا ایوانا به شدت گلگون شد الکسی فودورویچ حالا یاریم کن حالا در واقع به یاریت نیازمندم نظرم را میگویم و تو باید بگویی درست است یا نیست گوش کن اگر گذرا گفته بود به من تعظیم می کند و اصرار نمی کرد آن را تکرار کنی و روی آن تاکید نمی کرد پایان همه چیز می بود اما اگر به خصوص روی این کلمه اصرار ورزید اگر به خصوص به تو گفت تکرار کن آن تعظیم به من از یادت نرود پس شاید هیجان زده و دست باچه بوده تصمیمش را گرفته بوده و از آن حراسناک بوده با گامی مصمم از من دوری نمی جسته بلکه با سر خیز بر داشته تأکید بر آن کلمه شاید لافی بیش نبوده آلیوشا به گرمی فریاد زد آری آری فکر میکنم خودش است و اگر چنین کاملا از دست نرفته تنها گرفتاری او نومیدی است اما حالا هنوز هم میتوانم نجاتش دهم صبر کن این چیزی راجع به پول به تو نگفت راجه به سه هزار روبل آلیوشا جواب داد چرا و همین موضوع است که بیش از همه خوردم میکند گفت که آبرویش را رو از دست داده و حالا دیگر چیزی برایش اهمیت ندارد و این را به گرمی گفت در دلش بارقه امیدی احساس کرد و باور داشت که چه بسا راه گریز و نجاتی برای برادرش در میان باشد افزود که مگر از موضوع پول خبر داری و ناگهان از گفته باز ایستاد مدت هاست از آن با خبرم برای اطلاع به موسکو تلگراف زدم و خیلی وقت پیش شنیدم که پول نرسیده است پول را نفرستاده بود اما چیزی نگفتم هفته پیش باخبر شدم که هنوز به پول نیاز دارد تنها هدف من در تمام این قضیه این بود که او بداند پیش چه کسی بازگردد و دوست واقعیش کیست نه او متوجه نخواهد شد که واقعیترین دوستش منم نخواهدم شناخت و تنها به چشم یک زن به من نگاه خواهد کرد تمامی هفته را در عذاب بودم و سعی کردم بیاندیشم که چگونه او را به هنگام روبرو شدن با من از خجلت زدگی به خاطر خرج آن سه هزار روبل باز دارم از خودش خجالت میکشد بکشد از خبردار شدن اشخاص دیگر خجالت میکشد بکشد اما نه از خبردار شدن من میتواند همه چیز را به هیچ خجالتی به خدا بگوید چرا او متوجه نیست که من حاضرم به خاطر او متحمل خیلی چیزها بشوم چرا چرا مرا نمیشناسد چطور جرأت می کند پس از این همه پیش آمد بی خبرم بگذارد؟ من می خواهم برای همیشه نجاتش بدهم. بگذار فراموش کند که نامزدش هستم. او را باش که می ترسد به لحاظ من بی آبرو شده باشد. چرا از فاشگویی به تو، الکسی فودورویچ، نمی ترسید؟ چطور است که چنین استحقاقی را من ندارم؟ آخرین کلمات را با اشک به زبان آورد. اشک از چشمانش بیرون میزد. آلیوشا هم به صدایی لرزان گفت باید برای بگویم که همین حالا بین او و پدرم چه پیش آمد و تمام صحنه را شهر داد که دیمیتری او را برای گرفتن پول فرستاده بود به زور وارد شده پدرش را بر زمین زده و پس از آن باز هم مخصوصا و معکدن از او تقاضا کرده بود که تعظیم کند و تعظیم کنان خارج شود آنگاه به نرمه افسود به سراغ آن زن رفت و تو خیال میکنی نمیتوانم با آن زن راه بیایم؟ آیا او فکر میکند که نمیتوانم؟ کاترینا <تصفح> ناگهان خنده ای سر سرداد و افسود اما نمیتواند با آن زن عروسی کند آیا چنان شهوتی در یک کارموزوف تا ابد دوام می آورد؟ شهوت است نه عشق با آن زن عروسی نخواهد کرد چرا که او زنش نخواهد شد کاترینا <تصفح> ایوانا باز هم خنده عجیبی کرد الیوشا سر به پایین انداخت و به لحنی سوگوارانه گفت شاید با او عروسی کند کاترینا ایوانا ناگهان با گرمی ای گفت از من داشته باش که با او عروسی نخواهد کرد آن دختر فرشته است این را می دانی؟ این را می دانی؟ او همتا ندارد میدانم چقدر افسونگر است اما این را هم میدانم که مهربان و استوار و شریف است الکسی فودورویچ چرا اینگونه نگاه میکنی شاید از سخنانم دچار تعجب شده ای شاید باورم نمیکنی. کنی سر به اتاق دیگر برد و ناگهان به صدای بلند به کسی گفت آگرافنا الکساندروفنا فرشته من بیا اینجا دوستی آمده آلیوشاست از همه چیزمان با خبر است خودت را نشان بده صدای آرام و زنانه شاید هم بشود گفت شیرین گفت پشت پرده به انتظار فرمایش شما ایستاده بودم پرده بالا رفت و گروشنا خورم و خندان رو به سوی میز نهاد آلیوشا انگار جا خورد دیدگانش را بر او دوخت نمی توانست دیده از او بردارد این هم از او آن زن سهمناک آن جانور همان گونه که برادرش ایوان نیم ساعتی پیش او را به این نام خوانده بود با این همه او را که پیش رویش ایستاده بود از هر زن دیگری ساده تر و معمولی تر می انگاشت. زنی نیک سرشت و مهربان و مطمئنا زیبا اما مثل دیگر زنان زیبا و معمولی درست است که با آن زیبایی روسی که خیلی از مردها عاشق سینه چاکش هستند بسیار بسیار خوش سیما بود زنی نسبتاً بلند بالا بود. هرچند کمی کوتاهتر از کاترینا ایوانا که در بلندی قامت استثنا بود. هیکلی پر داشت با حرکات نرم و اگر بتوان گفت بی سر و صدا که نرمایی تا حد مافوق ملاحت داشت. مانند صدایش، راه رفتنش، نه چون کاترینا ایوانا با گامی پرتوان و جسور بلکه بی سر و صدا بود. پاهایش بر کف اتاق مطلقا صدایی نمی کرد. در همان حال که ابریشمین جامعه سیاه و فاخرش را به نرمی به خشخش درآورده گردن سفید شیری و شانه های فراخش را به زرافت در شال کشمیری سیاه و قیمتی پوشانده بود خودش را به آرامی روی یک صندلی کوتاه انداخت بیست و دو سالش بود و چهرهش دقیقا همین سن را می نمود چهره ای بسیار سفید داشت و گونه هایش صورتی کمرنگ بود میشد گفت که نقش چهرهش بسیار پهن است و آرواره پایینش اندکی رو به جلو قرار دارد. لب بالاییش نازک بود اما لب پایینی اندکی برجستهش دست کم دو چندان پر بود و براماسیده می نمود. اما خرمن گیسوان خرمایی بسیار قشنگش، ابروان شبق رنگ و چشمان خاکستری آبی فریبا و موژه بلندش بیاعتناترین آدمها را که به تصادف او را در انبوه جمعیتی میدید به ایستادن و تماشا کردن وامی داشت و تا دیر زمانی در خاطر می ماند. در آن چهره آنچه بیش از همه آلیوشا را گرفت حالت بشاشت کودکوار آن بود در چشمانش حالتی کودکانه بود حالت شوق کودکانه با چهره ای شکفته از شوق به سوی میز آمد و چنین مینمود که با کنجکاوی کودکانه و بیشکیب و پراعتماد در انتظار چیزی است. روشنایی درون چشمانش مایه شادی جان بود. آلیوشا این را احساس کرد. چیز دیگری در او بود که آلیوشا از آن سر در نمی آورد یا نمی توانست تعریفش کند و با این همه شاید ناآگاهانه تحت تاثیر قرارش داد. این چیز دیگر همان نرما، همان زرافت حرکات بدنش بود. همان بی سر و صدایی گربسان با این همه بدنی پرقدرت و فربه بود زیر شال شانه های فراخش دیده میشد و سینه برجسته و هنوز دخترانه اندامش طرح اندام ونوس دیمیلیو را القا کرد هرچند در تناسبی اقراغامیز این را میشد به فراست دریافت زیبا شناسان روسی با اطمینان می توانستند پیش بینی کنند که این زیبایی نورس و هنوز شاداب در سی سالگی هماهنگیش را از دست می دهد لخت می شود چهره پفالود می شود و چین بر پیشانی و دور چشمان بسیار زود آشکار می شود قیافه خشن و شاید سرخ می شود در واقع این زیبایی زیبایی لحظه ای بود زیبایی گذرا که در اغلب زنان روسی به چشم می خورد. آلیوشا البته به این موضوع نیندیشید اما هرچند محصور شده بود با احساسی ناخوشایند و اگر بشود گفت تأصف آور از خود پرسید که چرا کشدار سخن میگوید و نمیتواند به طور طبیعی سخن بگوید پیدا بود که آنچنان سخن گفتنش با این احساس همراه است که در کشیدن اقراغامیز و شیرین هجاها لطفی است این عادت بد البته از بدسلیقگی بود که فرهنگ پایین و انگار غلط از ادب و آداب خوب را نشان می دهد. با این همه این زیر و بم و شیوه سخن گفتن در نظر آلیوشا با حالت کودکانه ساد و شاد چهره او و شوق آرام و بچگانه چشمانش به گونه‌ای ای باور نکردنی ناهمگن آمد. کاترینا ایوانا در جا او را روی صندلی روبروی آلیوشا نشاند. و چندین بار لبان خندان او را با حالتی وجدامیز بوسید. چنین می نمود که پاک عاشقش شده است. کاترینا ایوانا با حالتی وجدامیز گفت الکسی فودورویچ اولین بار است که همدیگر را می بینیم. می بشناسمش ببینمش. می نزدش بروم اما به زبان آوردن خواستم همان و آمدن او به نزد من همان. می همه چیز را با هم حل و فصل می کنیم. همه چیز را. دلم گواهی میداد. از من خواسته شد که قدم پیش نگذارم اما پیش بینی می کردم که این راهی برای بیرون آمدن از دشواری است و اشتباه نکرده بودم. گروشنکا همه چیز را برایم توضیح داد. گفته است که قصد چه کاری دارد؟ مانند فرشته احسان به اینجا پرکشید و برایمان آرامش و شادی آورد. گروشنکا با صدای آمیز و با همان لبخند فریبای شادی گفت دوشی زبانوی نازنین بزرگ بزرگوار شما که از من کینه به دل نگرفتین ای ساحره، ای جادوگر چطور جرأت میکنی این گونه با من سخن بگویی منو کینه به دل گرفتن از تو بگیر باید یک بار دیگه لب پایینت رو ببوسم چنان است که گویی آماس کرده و حالا هرچی بیشتر و بیشتر دارد آماس میکند الکسی فیودورویچ ببین چگونه میخندد. دیدن فرشته دل را شفا میبخشد آلیوشا گلگون شد و لرزی خفیف و نامحسوس بر پشتش دویدن گرفت دوشیزه زبانوی عزیز در مورد من خیلی مبالغه میکنی و شاید اصلا شایستگی مهربانیت را نداشته باشم کاترینا ایوانا با همان گرمی باز هم فریاد زد شایسته نیستی؟ نگاهش کن میگوید شایسته نیست میدانی الکسی فودورویچ ما خیال پردازیم ما خود رعیم اما در دل کوچکمان مغرورتر از همه مغروران الکسی فودورویچ بگذار بگویمد که ما شریفیم ما سخاوتمندیم منتها بعد اقبال بوده ما حاضر شدیم برای آدمی نالایق شاید دمدمی هر گونه گذشتی بکنیم یک مرد در میانه بود یک مرد آن هم افسری که دوستش داشتیم برای او از همه چیز گذشتیم خیلی وقت پیش بود پنج سال پیش و او از یادمان برده زنگ گرفته حالا او بیوست نوشته که به اینجا میآید و میدانی که کسی را جز او دوست نداشتیم و همه عمر را دوستش داشتیم او خواهد آمد و گروشنکا دوباره خوشوقت می شود. پنج سال اخیر را در پریشان حالی بوده اما چه کسی میتواند سرزنشش کند؟ چه کسی میتواند به لطفش بنازد؟ تنها آن تاجر پیر زمینگیر اما او بیشتر حکم پدر، برادر و حامی ما را دارد او تا آن زمان ما را در نومیدی و عذاب یافت و دید مردی که دوستش می داشتیم ما را غال گذاشته و رفته گروشنکا آماده بود که خود را غرق کند اما تاجر پیر نجاتش داد آری نجاتش داد گروشنکا باز هم با صدای کشتار گفت دوشی بانوی عزیز تو با مهربانی بسیار از من دفاع می کنی درباره همه چیز خیلی عجله به خرج می دی. از تو دفاع می کنم من و لیاقت دفاع از تو چگونه به خودم جرأت دفاع از تو را بدهم گروشنکای فرشته دستت را به من بده الکسی فودورویچ به این دست کوچک فریبا و لطیف نگاه کن نگاه کن همین دست برای من خوشبختی آورده و بلندم کرده است و میخواهم پشت رویش را ببوسم بگیر و سه بار دست فریبا و در عین حال فربه گروشنکا را با حالتی وجدامیز بوسید گروشنکا با خنده کوتاه فریبا و آهنگین و عصبی دستش را نگه داشت دوشیز بانوی نازنین را تماشا کرد و پیدا بود که بوسیده شدن دستش را خوش دارد. آلیوشا با خود گفت شاید وجدی بیش از اندازه در میان باشد. گلگون شد. همش ناآرامی عجیبی در دل احساس می کرد. دوشیز بانوی عزیز با چنین بوسه برگرفتنی از دست من در برابر الکسی فیودورویچ شرمندم نکن. کاترینا ایوانا تا اندازه ایش گفت زده گفت فکر میکنی قصد داشتم شم زدت کنم؟ عزیزم آه که چقدر از نیت من بیخبری بله دوشی زبانی عزیز و تو هم شاید کاملا متوجه منظورم نشده باشی ممکن است آن اندازه که بر تو می نمایم خوب نباشم من بد باطنم مطابق راه و روشم رفتار خواهم کرد آن روز فقط به خاطر تفریح بود که دیمیتری فودورویچ بینوا رو محصور کردم اما حالا نجاتش می دهی به من قول دادی همه چیز را برایش توضیح می دهی به او خبر می دهی خیلی وقت از مردی را دوست می داری که حالا به خواستگاریت آمده آه نه برای انجام این کار به تو قولی ندادم خودت اونو پیش کشیدی من قولی به تو ندادم کاترینا ایوانا رنگش اندکی پرید و آهسته گفت پس کاملا متوجه منظور تو نشدم تو قول دادی گروشنکا همچنان با همان حالت خندان و ساده نرم و شمرده به میان کلام او درآمد که آه نه فرشته بانو من قول چیزی رو ندادم دو شیزه بانوی عزیز میبینی که در مقایسه با شما چه خود سرم؟ اگر بخواهم کاری رو بکنم میکنم چه بسا همین حالا قولی به شما داده باشم اما حالا دارم فکر میکنم که ممکنه دوباره دل به میتیا بدم یه بار خیلی از او خوشم اومد حدود یک ساعت تمام از او خوشم اومد حالا ممکنه برم و بش بگم که از امروز به بعد پهلون بمونه میبینی چقدر تغییر پذیرم؟ کاترینا <تصفح> ایوانا با وارفتگی زمزمه کرد. همین حالا چیز دیگه ای گفتی؟ آه همین حالا. اما میدانی که من موجودی دلرحم و احمقم. فکرش رو بکن که او به خاطر من چه رنجی برده؟ اگه با رفتن به خونه دلم به حالش بسوزه اون وقت چی؟ اصلا توقع نداشتم که آه دوشیزه بانو شما در مقایسه با من چقدر خوب و سخاوتمندید حالا که خصلت را شناختید شاید برای موجود احمقی مثل من اهمیتی قائل نشید آن وقت به لحن ملایمی گفت بانوی فرشت دوشت دست کوچک و نازنینت را به من بده و با حالتی احترامامیز دست کاترینا ایوانا را گرفت دوشی زبانی عزیز دستت را می گیرم و همانطور که تو دست مرا من بوسیدی منم دست تو رو می بوسم تو دست مرا سه بار بوسیدی اما من باید سه هزار بار دست تو ببوسم تا با هم مصابی بشیم خوب بگذریم و آن وقت هر جور که خدا بخواد همون میشه شاید کنیز شما بشم و بخوام اوامرتان را مانند یک کنیز انجام بدم بذار هر جور که خواست خداست پیش بیاد بدون قرار و مدار چه دست نازنینی چه دست نازنینی داری ای دوشیز بانوی نازنین ای زیبا روی بی نظیر دست کاترینا ایوانا را به سوی لب برد با این قصد عجیب که در حقیقت در بوسه با او مساوی شود کاترینا ایوانا دستش را پس نکشید با بیم و امید به آخرین کلمات گوش داد هرچند گروشنکا و عدش را مبنی بر انجام دستورات او مانند کنیز به طرزی بسیار عجیب به زبان آورد با دقت به چشمانش نگریست در آن چشم هنوز هم همان حالت رعفت و اعتماد همان خنده روشن را دید کاترینا ایوانا با شراری از امید به خود گفت شاید بسیار ساده دل باشد در همین حین گروشنکا در مورد آن دست نازنین شیفته می نمود. به عمد آن را به سوی لبش برد اما دو سه لحظه آن را نزدیک لبش نگه داشت انگار درباره چیزی تأمل می کند با صدایی نرمتر و شیرین تر از پیش درآمد که میدانی فرشته بانو میدانی که فکر می کنم دستت را نبوسم و خنده کوتاه و شاد سر داد کاترینا ایوانا یک کی خورد و گفت هر طور دوست داری تو رو چه می شود؟ تو یادت بماند که تو دستم رو بوسیدی؟ <applause> اما من دست تو نبوسیدم پرتوی ناگهانی در چشمانش پیدا شد به دقت به کاترینا ایوانا نگریستن گرفت کاترینا ایوانا که گویی ناگهان شستش از همه چیز خبردار شده بود با اینکه براورد که ای بی هیا سراپایش گر گرفت و از جایش جست زد هم به پا خواست اما بی هیچ تاب تا به میتیا بگم تو دستم بوسیدی اما من دست تو رو نبوسیدم بعدا بیا و خنده او رو ببین ای سلیته گورتو تو گم کن حیا کن دوشی زبانو حیا کن دوشی زبانوی عزیز گفتن چنین کلمه ای در شعن شما نیست کاترینا ایوانا جیغ کشید که گورت رو گم کن تو فروشی هستی تمام چهره دگرگون شده اش می لرزید. راست میگی تو خودت زمانی دم غروب به خاطر پول به دیدن مردها میرفتی زیباییت رو برای فروش آوردی میبینی که میدونم کاترینا ایوانا جیغ زد و اگر آلیوشا با تمام قدرت او را نگرفته بود به گروشنکا هجوم میبرد نه یک قدم جلو میری نه یک کلمه حرف میزنی سخن نگو جوابش را نده از اینجا میرود فوری از اینجا میرود در همان لحظه هر دو خاله کاترینا ایوانا از فریاد او شتابان به اتاق آمدند و کلفتی هم به همراهشان همگی به سوی او شتافتند گروشنکا شنلش را از روی کاناپه برداشت و گفت از اینجا میرم آلیوشای عزیز تا خونه همراهی هم کن آلیوشا با گره کردن دستهایش ملتمسان فریاد زد برو برو شتاب کن آلی و کوچولوی عزیز تا خونه همراهیم کن در راه داستان خوشمزی برای تعریف میکنم آلی به خاطر نفع تو از این معرکه بلند شدم عزیزم تا خونه همراهیم کن بعدن از اون خوشحال خواهی بود آلیوشا با گره کردن دستهایش رو برگرداند گروشنکا که موسیقیانه میخندید از خانه بیرون دوید کاترینا ایوانا دچار حمله عصبی شد حقق می کرد و از تشنج می لرزید همگی دور برش می چرخیدند خاله بزرگترش گفت هشدارت دادم سعی کردم جلوی این کار را بگیرم یک باره بی جوش می این کاری از تو بعید بود تو این موجودات را نمی شناسی می گویند از آنهای دیگر هم بدتر است تو بسیار خونسردی کاترینا ایوانا نره زد او ماده ببر است الکسی فودورویچ چرا نگذاشتی بزنمش میزدمش میزدمش جلوی آلیوشا نمیتوانست انان خود را در دست داشته باشد شاید هم در حقیقت به آن اهمیت نمیداد باید جلوی جمعیت بر صفه ای شلاقش بزنند آلیوشا خود را به سمت در پس کشید کاترینا ایوانا با گره کردن دستهایش فریاد زد اما خدایا یعنی او او اینقدر بی آبرو نا و ناانسان است؟ ما آن روز شوم و لعنتی را به او گفته دوشیز بانوی عزیز تو زیبایت را برای فروش آورده ای از آن خبر دارد الکسی فیودورویچ برادرت بی سر و پاست آلیوشا خواست چیزی بگوید اما کلامی نیافت دلش به درد آمده بود الکسی فیودورویچ از اینجا برو برایم شرم آور است وحشتناک است فردا آجزانه از تو التماس میکنم که فردا بیا محکومم نکن بر من ببخش نمیدانم حالا با خودم چه کنم آلیوشا با دوار سر به خیابان درآمد به کردار کاترینا میتوانست بگرید ناگهان کلفت خانه خودش را به او رساند دوشیزه بانو این نامه مادام خوخالوف را فراموش کرد به شما بدهد سر شام بود که آن را آوردند آلیوشا پاکت کوچک صورتی رنگ را بی اراده گرفت و تا اندازه بی اختیار در جیب گذاشت